We met at college. The rest is history. We met at college. The rest is history. We یعنی ما مت گذشته فعل meet یعنی ملاقات کردن و همطور که میبینید میت یک فعل بیقاعده است و وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش تغییر پیدا میکنه. میت میشه مت یعنی ما ملاقات کردیم. در کجا؟ At در college. کالج یعنی کالج که بلدید the rest rest یعنی بقیه the در اینجا اشاره میکنه به اون بقیه ای که حالا من نمیخوام بگم is است history history یعنی تاریخ شاید شما تلفظش رو هیستوری شنیده باشید اما تلفظ درست به این صورته history history یعنی تاریخ we met at college the rest is history The rest is history یک اصطلاحه یعنی بقیهش دیگه تاریخه یعنی بقیهش رو دیگه همه میدونن همه ماجرا رو میدونن بقیهش دیگه داستان تاریخه یک اصطلاح خیلی خوب هم همینجا یاد میگیریم We met at college ما همدیگه رو در کالج ملاقات کردیم The rest is history بقیهش دیگه تاریخ بقیهش رو دیگه همه میدونن جمله و عبارت مورینه برای یادگیری معصر و مفید در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم We met at college The rest is history ما همدیگه رو در کالج ملاقات کردیم بقیهش دیگه تاریخه بقیهش رو دیگه همه میدونن We met at college The rest is history We met at college The rest is history Our family has a history of diabetes. Our family has a history of diabetes. Our یعنی مال ما family خانواده has دارد ا یک history تاریخچه of از diabetes Diabetes یعنی دیابت از شما به دور باشه دیابت. Our family has a history of diabetes. خانواده ما سابقه دیابت دارد. Our family has a history of diabetes. our family has a history of diabetes who else came to the party who else came to the party who yani Chefardi else yani dijari o dijari gair came came گذشته فعل بیقاعده کام یعنی آمدن came یعنی آمد در زمان گذشته who else چه فرد دیگری came آمد to به the party party در یعنی مهمانی یا جشن the party تیه th -e اشاره میکنه به اون مهمانی خاص اون مهمانی خاص که داری در موردش صحبت میکنی who else came to the party چه فرد دیگری چه کس دیگری به مهمانی یا جشن اومد برای اینکه یاد بگیرید فراموش نکنید حتما هر عبارت و هر جمله‌ای که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا جملات و عبارت ها رو تکرار بکنید و وقتی که تکرار دارید میکنید با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید در حقیقت روش تمرین شما نه تنها در این کلیپ نه تنها در این درس بلکه در بقیه کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن یا هر پکیجی که دارید استفاده میکنید هر کلیپ آموزشی هر فایل صوتی که دارید استفاده میکنید به این صورت باید باشه چون این باعث میشه که شما بتونید با کامنت کردن هر عبارت و جمله اعتماد به نفس خودتون رو ببرید بالا و نشون بدید که در دنیای واقعی جسارت و توانمندی بیان و ابراز یک جمله یا عبارت انگلیسی رو دارید چون بسیاری از زبان آموزا یا خجالت میکشن یا حراس دارن یا به هر دلیل از این کار اجتناب میکنن و باعث میشه رشد یادگیریشون بسیار کند بشه و به اون چیزی که میخوان خیلی دیرتر برسن پس برای جلوگیری از این ماجرا و برای اینکه بتونید در این مسیر رشد بکنید برای رشد اعتماد به نفس خودتون هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می و تکرار می Who else came to the party? Diyar Chekasibe Mihmani Ahmad? who else came to the party? Who else came to the party There is a political party here. There is a political party here. There is یعنی yani, وجود داره a یک political یعنی yani, سیاسی party حزب یا میهمانی here اینجا there is a political party here اینجا یک حزب سیاسی وجود دارد there is a political party here there is a political party here Find the happiness within yourself. Find the happiness within yourself. Find یعنی پیدا کردن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی پیدا کن. The T.H.E. اشاره میکنه به اون چیز خاص که در موردش داره صحبت میکنه. چه چیز خاص؟ happiness happiness یعنی خوشبختی happy یعنی خوشحال happiness یعنی خوشبختی یا خوشحالی within در درون در داخل yourself مال خودت within yourself یعنی در داخل خودت find the happiness within yourself خوشحالی یا خوشبختی درونی خودت را پیدا کن یا خوشبختی را در درون خودت پیدا کن خوشبختی در بیرون از تو و خارج از دنیای تو نیست واقعا چقدر گفته ها و چقدر عبارت ها و چقدر جملات ارزنده و بسیار کاربردی است که در این درس در خدمت شما تقدیم میشه ای کاش همراه بشه با تمرین شما که یک بار برای همیشه اینها رو یاد بگیرید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم Find the happiness within yourself خوشحالی یا خوشبختی درونی خودت را پیدا کن Find the happiness within yourself Find the happiness within yourself The tickets یعنی اون بیلیت ها تیکت یعنی بیلیت یعنی اون بلیت ها. مثلا اون بیلیت هایی که ما برای شما فرستادیم شد باید Reach ریچ یعنی دستیافتن یا رسیدن یو به شما Within ظرف یا در ظرف a week یک هفته within a week یعنی ظرف یک هفته به مدت یک هفته یا درون یک هفته the tickets should reach you بیلیت ها باید به شما برسن within a week در ظرف یک هفته نباید بیشتر از یک هفته طول بکشه چقدر کاربردی و عالی جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم the tickets should reach you within a week بلیت ها باید در ظرف یک هفته به دست شما برسند. The tickets should reach you within a week. The tickets should reach you within a week. Children grow so quickly. Children grow so quickly. children یعنی بچه ها child یعنی بچه و children یعنی بچه ها مفردش میشه child و جمعش میشه children children یعنی بچه ها grow رشد میکنن یا رشد کردن so بسیار quickly quick یعنی سریع quickly یعنی سریعا یا به طور سریع قید children grow so quickly بچه ها خیلی سریع رشد میکنند children grow so quickly children grow so quickly nothing seems to grow in this soil nothing seems to grow in the soil nothing any heat hitch or hitches seems یعنی به نظر رسیدن و اس سوم شخص داره یعنی به نظر میرسه nothing seems هیچ چیز به نظر میرسه to grow که رشد بکنه grow یعنی رشد کردن in در this in soil soil یعنی خاک nothing seems to grow in the soil به نظر نمیرسه یا به نظر میرسه هیچ چیزی در این خاک رشد نکنه یا به نظر نمیرسه هیچ چیز در این خاک رشد کنه احتمالا خاک نامرغوبیه اما اگر شما میخواید دانش در خاک وجود شما رشد بکنه باید تلاش کنید باید تمرین کنید پس برای یادگیری این جملات و عبارت ها و لغت ها در قسمت کامنت مشارکت میکنیم و مینویسیم و نشون میدیم که ما جسارت بیان و ابراز یک جمله یا عبارت رو داریم در دنیای واقعی و میتونیم قول زبان رو شکست بدیم و رئیس زندگیمون خودمون هستیم جمله و عبارتمونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Nothing seems to grow in the soil به نظر نمی رسد هیچ چیز در این خاک رشد کند Nothing seems to grow in the soil Nothing seems to grow in the soil I did not expect that result. I didn't expect that result. I did not یعنی من این کار را انجام ندادم در زمان گذشته. Did not یا به صورت مخفف didn't. I didn't من یک کاری را انجام ندادم به صورت منفی و در زمان گذشته از فعل کمکی did گذشته دو do استفاده شده. Expect یعنی انتظار داشتن I didn't expect من انتظار نداشتم that on result result یعنی نتیجه یا حاصل that result اون نتیجه I didn't expect that result من انتظار آن نتیجه را نداشتم I didn't expect that result I didn't expect that result I was disappointed with the result. I was disappointed with the result. I was یعنی من بودم، disappointed، disappointed یعنی yani ناامید، with با the تی اچی شروع میکاره به اون چیز مشخص، result نتیجه. I was disappointed، من ناامید بودم، with the result. با اون نتیجه با اون نتیجه که حاصل شد من ناامید بودم امیدواریم که شما هیچ وقت از نتایج زندگیتون و از حاصل زندگیتون و از حاصل تلاشتون ناامید نباشید برای همین منظور در بخشی که ما میتونیم بهتون کمک بکنیم این است که به شما بگوییم چه بکنید اینکه شما بخواهید از توصیه ما استفاده بکنید این دیگه بستگی به خودتون داره برای اینکه دیسپوینتد نشید کاری که باید بکنید این است که در تمرینات شرکت بکنید و همین عبارت ها و همین جملات رو همین جا یاد بگیرید یک بار برای همیشه. جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم. I was disappointed with the result. من با نتیجه ناامید بودم. I was disappointed with the result. I was disappointed with the result. May I open the box? May I open the box? May I یعنی آیا ممکنه من یه کاری رو انجام بدم درخواست معدبانه است؟ I may یعنی من ممکنه مثلا یه کاری انجام بدم وقتی که می میاد این ور سوالی میشه May I open آیا ممکنه باز بکنم و همونطور که میدونید open یعنی باز یا باز کردن May I open آیا ممکنه من باز کنم چیو؟ The box box یعنی جعبه مثلا جعبه هدیه یا کادو یا هر چیزی که هست THE هم اشاره میکنه به اون چیز خاص May I open the box آیا ممکنه جعبه را باز بکنم؟ May I open the box May I open the box? Keep your eyes open. Keep your eyes open. Keep یعنی نگه داشتن یا حفظ کردن. Your مال شما eyes چشمان. Open باز. Keep your eyes open. چشماتو باز نگه دار. چشماتو نبند. عزیز دلم در تمرینات شرکت کن با چشم باز تمرینات رو ببین و در قسمت کامنت بنویس با صدای رسا تکرار کن Keep your eyes open چشمهایت را باز نگهدار. دار Keep your eyes open Keep your eyes open Some men shave every morning. Some men shave every morning. سام یعنی برخی یا بعضی من مردان و در واقع جمع من من یعنی مرد و جمعش میشه من یعنی آقایان یا مردان shave شیو یعنی اصلاح کردن اصلاح صورت یا اصلاح قسمتی از بدن every هر morning صبح every morning یعنی هر روز صبح some men shave بعضی از آقایون شیف می کنند یا اصلاح می کنند. Every morning. هر روز صبح. Some men shave every morning. بعضی از آقایان هر روز صبح, صبح صورتشان را اصلاح می کنند. Some men shave every morning. Some men shave every morning. How are you this morning? How are you this morning؟ How یعنی چگونه are هستی؟ حالت سوالی You شما How are you یعنی شما چطور هستی؟ یا چطوری؟ This in morning صبح ما از شما میپرسیم How are you this morning؟ امروز صبح حال شما چطوره؟ یا الان حال شما چطوره؟ دبتون گرم که با ما همراه هستید انگلیسی مصطحب خوردن رو همراهی میکنید همین عبارت و همین جمله رو می نویسیم انرژی می بخشیم و انرژی می گیریم از هم دیگه How are you this morning؟ امروز صبح حال شما چطور است؟ How are you this morning؟ How are you this morning؟ Let us walk slowly. Let's walk slowly. let's us یعنی به ما اجازه بده یا بیا مثلا فلان کار رو انجام بدیم کدوم کار؟ walk walk یعنی قدم زدن یا راه رفتن و همونطور که توجه کردید l در walk silent یعنی بی خونده نمیشه walk یعنی قدم زدن slow یعنی آرام یا آهسته slowly یعنی به آرامی به آهستگی let's walk slowly بیا آرام قدم بزنیم یا بیا آروم راه بریم ما آروم پیش میریم آروم قدم میزنیم اما هیچ وقت متوقف نمیشیم و در مسیر یادگیری پیش خواهیم رفت جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Let's walk slowly بیا آرام قدم بزنیم یا راه برویم Let's walk slowly Let's walk slowly Do not stop. Keep walking. Don't stop. Keep walking. Do not یعنی انجام نده فعل کمکی به همراه not برای منفی کردن. Do not انجام نده. چه کاری رو؟ Stop. Stop یعنی متوقف شدن یا توقف کردن. Don't stop یعنی متوقف نکن یا متوقف نشو. Keep ادامه دادن یا حفظ کردن Keep walking یعنی به راه رفتن ادامه بده Don't stop متوقف نشو Keep walking به راه رفتن ادامه بده به پیش ادامه بده Don't stop Keep walking متوقف نشو به راه رفتن ادامه بده Don't stop Keep walking Don't stop Keep walking give me a reason for your mistake give me a reason for your mistake give me یعنی به من بده give یعنی دادن me به من یا مرا give me یعنی بده به من a reason یک دلیل give me a reason یه دلیل به من بده یا یه دلیل به من بگو برای چی for برای your مال شما mistake mistake یعنی اشتباه تلفظ درستش رو دقت بفرمایید میستیک نیست میستیک اشتباهه mistake تلفظ ای در mistake بین ای و ا mistake یعنی اشتباه give me a reason for your mistake یک دلیل برای اشتباهت به من بگو یه دلیل به من بده که چرا اشتباه کردی جمله و عبارت بنین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم. Give me a reason for your mistake. یک دلیل برای اشتباهت به من بگو. Give me a reason for your mistake. Give me a reason for your mistake. No one knows the reason. no one knows the reason no one یعنی هیچ فردی وان یعنی یک و در اینجا اشاره میکنه به فرد نو no وان یعنی هیچ فردی نوز میداند چرا فعل نو no, که یعنی دانستن اس سوم شخص گرفته چون نو no وان در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه نو وان نوز هیچ فردی نمیداند the reason تی Th ای -E اشاره به اون دلیل مشخص Reason yani dalil ya illat ya sabab. No one knows the reason. Hijkas dalil ra nemidonad. No one knows the reason. No one knows the reason. Your blood pressure is too low. Your blood pressure is too low. Your مال شما blood یعنی خون تلفظش رو دقت کنید پس بلود یا بلود نیست بلاد یعنی خون پرشر یعنی فشار بلاد pressure یعنی فشار خون از است تو تو در اینجا یعنی بیش از اندازه یا خیلی زیاد لو اندک تو لو یعنی خیلی کم بیش از اون اندازه که انتظار میره your blood pressure is too low فشار خون شما بسیار پایین است your blood pressure is too low your blood pressure is too low please speak in a low voice please speak in a low voice please یعنی لطفاً speak صحبت کردن Please speak. لطفاً صحبت بکنید. In در a یک low پایین voice. Voice یعنی تون صدا یا صدا. Low voice یعنی تون صدای پایین. Please speak in a low voice. لطفاً با صدای پایین یا با صدای اندک صحبت کنید. Please speak in a low voice. Please speak in a low voice.